السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوستان عزیزان و نفرهایی که ما رو در شبکه فیسبوک تماشا میکنند و شما رو به ماه شریف رمضان تبریک و تهنیت گفته و این ماه پربرکت رو پر از عبادت پر از روزه نماز مطمئنم که برداشت میکنید و این یک چند خطاب دارم به جوانهای کشور تاجیکستان. جوانان عزیز، امروز برای که میخواهید که شما از این ظلم رحمانوف نجات بیاوی، یگانه راه شما چکا کردن است؟ قیام کردن است. من مثل شما هم یک شهروند جمهوری تاجیکستان، یک مهاجر عادی است و بعضی نفرها فکر نکنن که این یک کارگری دولت بود یا که فلان بیسمدان بود. و خطاب من به جوانو همین است که یک دسته روز پیش دیده که بودن یک چند جوان رو چکا کردن، پس پنجره کردن. و امروز بی‌طرف نباشیم در این قضیه. در این قضیه بی‌طرف نباشیم و سر و صدا کنیم که تا این جوان ها با چی جرم با کدام اسناد بودن چکا کردن پشت پنجره کردن سالوی طولانی. یعنی که باید قولی که گویو زیلو تماشا و گوش کردن یا که کدوم ویدیوی را تماشا کردن یا که لایک موندن. خیلی خلاص همی خیلی گپا بوده چکو کردن بردن زندانی کردن بدون یگان اسناد. و از پدران و مادران خواهش میکنم که امروز مانع فرزندو نشی. امروز دیگه فرزندو را فریب نکنی. امروز فرزندات و فریب کرده بیای شما رو پیشوای ملت یعنی امام علی شریف و شما رو میبخشد. و امروز دیده که حالی بچه ها تو چی شد؟ یعنی که سالهای طولانی بوده در زندانهای در قفصهای رژیم رحمانوف چکا کرده فرزنده که جگربند ختم و 18-20 سال کلون کرده امروز بوده در قفص رژیم دیکتاتوری رحمانوف چکا کرده زندانی کرده. و خطاب من به مادرام و پدرام هست که و مطمئن هستم که صدای من میرسد به گوش هر یک پدر مادر تاجیکستانی که شما مانع جوانو نشی، جوانای فرزندا صدرای اینها نشی. و امروز شما صدرای این جوانو شده که رژیم دیکتاتوری چکو کرده است و ظلم کرده است. امروز میبینیم هزارها جوان تاجیک در روسیه بگیم که مرده‌ش میبرند یا که بیمار میشوند یا که سالهای طولانی در همه روسیه میان چکا میکنند زندانی میشوند و دیگر کارهایی میکنند که این همش از چی است؟ همش از بیکاری حکومت جمهوری تاجیکستان است. و امروز ما دعوا نکردیم و سالهای پیشین دعوا نکردیم، میلش تاجیکستان جنگ بود، جنجال بود، چکا کردیم خیستیم اومدیم با مهاجرت که تا پول روان کنیم که تا فرزندهای ما، پدرهای ما، مادرهای ما، خواهرهای ما و دیگر اهل‌ویله ما گشنه نموند. و امروز 27 سال گذشت، یعنی که 27 سال شد، این 7 سال شد اگر که ما بگیم ترک کنیم، مینوس کنیم، 20 سال بعدی صلح و صلاح 20 سال گذشت، یک عمر جوانی نازنین گذشت در 20 سال. در 20 سال برای این مردم شریف تاجیکستان یکان کارخانه، یکان زواد، فابریکه نکرد این رژیم که مردم صاحب کار شوند و دیگر به مهاجرت نیویند و فرزندهای خود را در این ورطه و هلاکت نیندازند. و امروز این مانع نمی شود که فرزندها را چکا میکنه، فریب میکنه که سالهای 90، سالهای 91، یعنی که خب کنه، خاموش بسته، جنگ می شود. و این عصر عصر 20 نیست، این عصر عصر 21 است و من مطمئن هستم که جوانا بدون جنگ، بدون خشونت این رژیم دیکتاتوری رحمان و فچکا میکنه نیست نابود میکنه. فقط از جوانا خواهش میکنم که یگانه راهی نجات شما قیام کردن است و با هم یک جور شدن است و رژیم رحمانوف نیست و نابود کردن است. وگرنه یک تا ده تا ما را میبرند قربان این سیاست های رژیم خود میکنند. و باقی در امان خدا باشید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات.